25 تیر 1364 شنونده برنامه اصل خیر هموطن از رادیو تهران هستی. رحیم جون خداحافظ. به سلامت. منصور سویچ بنزو بده. سویچ بنزو واسه چی میخوای؟ مگه نگفت آقا هنوش بده؟ اجازهشو داد امشب دستم باشه باش برم عروسی. عروسی پسر انوش؟ آقا انوش. حالا سویچ بده دیرم شده. به من چیزی نگفته. یعنی من دروغ میگم به؟ امانت مردمه. آخه چطور گفته بدمش به تو؟ ماشین مال دوست خود آقا انوشه. باهاش صحبت کرده، اجازهشم گرفته. حالا سویچو میدی یا نه؟ دیرم شد. صبر کن خود انوش، آقا انوش بیاد. آقا انوش عروسی پسرشه دیگه، امروز نمیاد. بده من سویچو. رنگش صبح پاشیدم. اصلا نمیشه ببریش بیرون. خط و خش میفته. دستم به تو چه مربوطه؟ مگه 100 دفعه آقا انوش بهتون نگفت هر وقت اینجا نیست، همتون حرف منو گوش میدی؟ حرف حساب بزن تا گوش کنی. امانت مردمی که نمیتونم بدم دست تو. بله آقا، اینجاست آقا. گوشی خدمتتون. سلام آقا انوش. چشم، الان راه میفتم. میگم آقا انوش با همین بنزه بیام دیگه ها؟ نه یعنی چرا؟ آخه این آقا منصور میگه تازه رنگش کردم، میترسم خراب شه. پس بی زحمت بیاد خودتون بهش بگید سویچو بده. سلام آقا انوش. شرمنده، گفتم رنگش هنوز خوش نشه. بله آقا. چشم. باش بگذره. عروسی خواهرت ما رو هم خبر کن. لابد آقا انوش امروز پسرش رو دوباره میکنه، فردا هم نوبت خودش رو دیگه. جنازه تو کف همین مغازه میدازم. اسم خواهر منو بیاری اسم تو رو سنگ قبرت بنویسم. چهار بود نمیدی یا نه؟ مشکل یه دریوری گفت هم جوابش دادی بسته دیگه. دریوری چیه؟ آقا خودش زده به خریت. شما که همتون میدونین فکر کردی الکی شدی همه کار اینجا؟ فکر کردی بنز تازه زنگ شده داره الکی بهت میده با خانوادت بری عروسی پسرش؟ الکی از اوجتت چی دیل بر نمیداره؟ نه عزیز، قراره فامیل شید دیگه، چرا بهت بر میخوره؟ اصلا بهت کن بیده خوشه سری میزنه. بیا جلو تا داغونت کنم. دیوونه بازی در نیا مسور. سن بابا تو داره بدبخت، میخواد خواهرتو بگیره. بهت هم میگه بابا. بابا محسن جون بیا اینجا. بابا محسن جون بیا این پولو بگیر. بدبخت حسود، از حسادتت که آقا انوش منو تحویل میگیره داری میترکی. منم بودم تحویلت میگرفتم سوگلی. نهرت رو من منصور. منصور به خاطر این تهمت هایی که زدی زنده نمیذارمت. تهمت؟ بمون تو همین خیالات، انوش تحویلت میگیره. معلومه هم تو رو، هم مادرتو، هم خواهرتو. بعد تحویلتون میگیره که انارای مغازه ننتو یواشکی حساب میکنه. یواشکی از تو؟
مادر و خواهرت خبر دارن. خبر که هیچ، طلب دارن. دروغگوی نامرد، این حرفا رو پشت سر ما چو میندازی که چی؟ اینا همه شاهدن. بپرس از همین حسن، بپرس حسن، بهش بگو، بگو که آقا انوش هر وقت حساب انارا میشه این خوشگل رو میفرسته پی نخودسی ها. اونی که مادرت ازش انار میگیره مگه اسمش قاسم نیست؟ بچه ها بهش میگن قاسم اناری. ماهی یه وعده اینجاست. برم کن، گفتم برم کنی، کارش ندارم. اگه همه اینا رو میدونستی که کلاتو بذار بالاتر، اگه راستاسی نمیدونستی بگو منصور جون دمت گرم، برای چی برای ما شاخشونه میکشی؟ حسن، راسته؟ حرف بزن. قاسم اناری میاد اینجا پول میگیره از آقا انوش؟ آره. چی نیارو گفتی بهش؟ حالا چی گیرت اومد این وسط؟ تقصیر خودش بود. انوش بفهمه بیچارت میکنه. که میفهم. به جون مادرم اگه من برم بهش بگم. اگه فهمه فکر نکنه من رفتم بهش گفتم. سروش، زندگی تو سیاه میکنم اگه انوش بفهمه. ای بابا، عجب بدبختی داریم ها. خب میفهمه دیگه. اصلا خود همین محسنه میره بهش میگه دیگه. فرما همین الان رفت واقعا نوش دوام رافع کنم. نگفتم ای بابا واسه که دارین تیغه میکنید که چیکار دارین بنده خدا رو؟ به تو چه؟ شما هم زورتون به این خالکران بدبخت رسیده. با بزن کاسبیشو بکنه. حالا همه جای شهر قانون شده الا مغازه. تو راستن نه. قرد کارتونم. که میشه این قانون یقه این بدبخت بیچاره ول کنه چسبه این مالدارا. انقلاب انقلاب مستضعفینه. چرا حالیتون نی؟ رسول بس جمع کن بریم. این بمب بیاد بخوره دیوارتون خراب شه چه حالی میده. سلام آبجی. علیکم سلام. باز که دارن تیغه میکنن که. آره میدونم. خودم فردا خرابش میکنم. تو غلط میکنی. دخترم به خدا ما هم خسته شدیم. از بس هی این دیوار برد بالا، هی بدبیره های این بچه محلای بی تربیت رو نشنیدیم. بابا شما هم با این صاحبخونتون کنار بیاید. اگه اون هر روز نیاد شهرداری عارض بشه، ما هم کاری به کارتون نداریم. را نمیاد با امون که. قد اجاره یه مغازه با جواز پول میخواد تا شکایت نکنه. خدا ازش نگذارد که شما رو اذیت کرده ما رو بده. به خاله اکرم بگو که ما تو شهرداری هممون پشتیبان اون هستیم. هر دفعه که اون مردی که میاد شهرداری شکایت میکنه دو سه روز لفتش میدیم تا بیاییم. اما چه کنیم؟ ماموریم و معذور. خدا خیرتون بده، ما از شما شکایتی نداریم. ای بیشرف، معلوم نیست کجا انداختم. گرد شکم ریختم.
خراب کردن شاسونه. این دفعه اگر مزاحم کار مأمور دولت بشی ازت شکایت میکنم. حواست باشه. خدا بس خواهر. خدا نگهدار. چنش بردارم؟ چیو؟ دیوارو میگم. نمیخواد، محسن خودش میاد خراب میکنه. الانم نه فردا. صفت میشه تا فردا. مگه نشده تو گفت که چشه کم ریخته؟ تو آب انار میخواد؟ آره بی زحمه، مأمور رسته ناقابل. استرزا میکم باشون رو درواسی داره. نمیشه، ما داریم میریم بیرون. حالا کوتا محسن بیاد. سلام خلاکن. سلام به روی ماهت. آب انار میخواستی؟ ظرفتو بده به من. مامان جان لباسات اناری نکنی یا وقت نمیشه بشورمش. به جای این حرفا بیا برو یه تلفن بزن به گاراژ ببین چرا محسن نیومده. دیر برسیم آقا انوش بدش میاد. میگم نکنه بمب خورده باشه تو گاراژ. وا ماما صدا از اون ور شهر اومد. سلام محسن. بیا محسنم اومد. ای تو چرا خاک و خولی؟ چی شده محسن؟ هیچی. چرا لباسات اینجوریه؟ با کسی دعوت شده؟ نه خیر. لباساتو در رو تمیزشون کنم. لازم نکردم. با این سر و وضع میخوای بیای عروسی؟ نه من میرم عروسی نه شما. تو چت شده دیوونه شدی؟ آقا انوش تا الان صد بار زنگ زده گفته چرا هنوز راه نیفتادین. آقا انوش غلط کرده با پشتش. عروسی مروسی هم نمیریم دیگه. هم هیچی نپرس والا راست راستی دیوونه میشم. با انوش دعوت شده؟ سلام برسونید. شرمنده. پول این انارا رو دادی به قاسم اناری؟ آره. چطور مگه؟ شما دادین یا آقا انوش؟ آقا انوش قرض داد. منم قاقم تو این خونه، نباید بدونم ها؟ مادر جون، این مرتیکه مفنگی جمشید سه برج بود کرای خونش عقب افتاده بود. هی زرت و زرتم میومد اینجا آبروریزی را مینداخت. آقا انوش هم گفت من پول اناره قاسم رو میدم، شما کرای خونه رو حساب کنید. آقا انوش بیجا کرد، بی خود کرد، غلط کرد. مادر جون چرا اینجوری حرف میزنی؟ گناه داره. ما که دزدی نکردیم، قرض کردیم. دزدی میکردیم بهتر بود. کجا محسن؟ مگه نباید بریم عروسی پسر انوش؟ مامان از این خونه هیچ کس عروسی نمیره. اگرم انوش زنگ زد بهش بگید برامون کار پیش اومده نمیتونیم بیای. چه کاری برامون پیش اومده؟ مامان من نمیخوام برم عروسی پسر انوش. شما هم نباید برید. جواب آقا انوشو چی بدیم؟ اصلا تلفنو جواب ندی. درم رو کسی باز نکنی. چرا اینجوری کرد؟ تو بهش گفتی از آقا انوش قرض کردی؟ نه. چش بود؟ حتما تو گاراژ با آقا انوش دعوا شده. آقا انوش که امروز گاراژ نرفته. Yeah. Wow.
آقا حسین چطوری؟ سلام. اینجا چی کار میکنی؟ سر کار نرفتی؟ نه چوبوری فعلا تعطیله. بیا تو. نه تو بیا بریم. کجا بریم؟ بریم یکم قدم بزنیم، هوا بخوریم، حرف بزنیم. چه؟ چطور چرا اینقدر دماغی؟ حالا بی بریم بهت میگم. خب من که نمیتونم بیام. آفریدون اونجا رو سپرده دست من. بیا همینجا حرف میزنیم. کسی نی؟ نه بابا، فریدین و خانواده‌اش جونشون رو برداشتن، پلنگو بستن. موشکای صدام کار خودش کرد. کجا رفتن؟ رفتن ویلای شما. اینجا رو سپردن دست من. بریم. چوبوری چی؟ چوبوری که گفتم فعلا تو اطلاع ثانوی تعطیله. از کار بیکار شدی؟ بیکار چیه بابا، شغلم عوض شده، سرایدار شدم. نه نگهبان. اینم خونه جدید من آقا حسین. بفرما. چه سور و ساعتی را انداختی؟ چه خبره؟ چی بار تو باید بگم؟ برو از من این سیمو بکشم. تو جدی جدی اینجا میخوای زندگی کنی؟ آره بابا، دوست که شوخی نداره. آقا فریدون گفت هوای اینجا رو داشته باشم، حقوقم سر جاشه، تازه اضافه کارم میده. تلفنه؟ آره ببین، سیم نداره، عین بی سیم پلیس هست. باورت میشه؟ ببین، یعنی واقعا الان میشه با این حرف زد؟ آره بابا، شماره خونه رو بگیر اصلا. باورت میشه؟ شماره رو بگیر. سلام. سلام، تو کجا رفتی محسن؟ پیش همایونم. واسه چی پاشدی رفتی خونه همایون مادر جون؟ تو چت شده مادر؟ تو چرا امروز اینقدر اذیتکار شدی آخه؟ شما اذیتکار شدین، هر کار دلتون میخواد میکنید، اصلا هم به من نمیگین. چی کار کردیم آخه؟ خون که نکردیم، پول قرض گرفتیم. آقا انوش که نیومده دنبالتون؟ نه ولی میاد مادر. پاشو بیا بعد ما تنها بریم. مامان پاتونو تو اون عروسی بذارین، من دیگه خونه نمیام. این چجوری قد میشه؟ تو مایی قرار نبود بری یه عروسی پسرم؟ اسم این مردی کرد دیگه نگه مامان. چیه؟ چی شده محسن جان؟ حالم بده، خیلی حالم بده. چی اینجوری شده داشت؟ بذار برم در رو باز کنم، این خیال رفتن نداره. ولش کن مامان، تو رو خدا ولش کن، بذار خودش میره. تو محل خوبیت نداره. حالا فکر میکنم ما یه خورده برده ای داریم که در رو باز نمی کنیم. خیلی خوب، شما و مریم خانم تشریف بیارین، خودم میبرم تو. آخه چی؟ بدون محسن بیایم؟ والا من که نمیدونم چه کاری واسه محسن پیش اومده که واجبتر از شرکت کردن تو مراسم عروسی پسر منه. ولی شما و مریم خانم که دیگه حتما باید بیان. بلا جلو پرویزم حسابی کنف میشه. والا آقا انوش میدونید من بدون شما و مریم خانم از اینجا تکون نمیخورم. رفت؟ نه، میگه اول شما رو میرسونم بعد خودم میرم دنبال محسن میارمش. بهش بگو ما بدون محسن هیچ جا نمیریم. گفتم، صد دفعه گفتم. اگه حالیش میشه
پاشو پاشو بریم، چاره ای نیست. جواب محسن چی میدی؟ فعلا باید جواب اینو بدیم که پشت در وایساده. بهش بگو مریم گفته نمیام. بگو تو محلم خوبیت نداره وقتی محسن نیست شما وایسی دم در. بهش بر میخوره؟ به درک، منم میخوام بهش بر بخوره تا دست از سرمون ورداره. که قد با بزرگ مریم خانم سن نشه. پس همه اون کارا به خاطر مریم خانم بود. من سادره بگو، فکر کردم یه انوش عجب آدم باحالیه. به تو که تو مکانیکی هر ربر تشکس نمیدی انقدر داره حقوق میده. تازه هر کم میگفت بالا چشت ابروه میخواست خیرخیرش رو بجوه. پس بگو محسن جان، محسن بابا جان، منظور مریم جان، مریم خانم جان بود. خیلی بی وجدانه باور کن. حالا چیه داداش؟ برای چی زانو غم بغل گرفت؟ خدا رو صد هزار مرتبه شد که خبردار شدیم که انوش چی تو کلشه. حالا هم داداش فردا صبح پا میشه اینجا گاراژ، اول تو منصور رو ماچ میکنی، میگی داداش دمت گرم که هوشیارمون کردی، بعدم با میسیم انوش که اومد میگیریم یک کتک مفصلی بهش میزنیم که اونم هوشیار بشه. ناراحتی نداری که وقت جوری پول در بیاریم زندگی کنیم؟ حالت اونم هست. خب بعد یه کار دیگه میکنیم داداش، شما فردا پا میشیم میری گاراژ، اصلنم به روی خودت نمیاری که ماجرا خبر داری. از همون فردا هم میگردی دنبال یه کاری دیگه، به محضی که یه کار دیگه پیدا کردی ندا رو میدی که من بیام بریم سراغ انوش و کتک و بقیه ماجرا. خوبه؟ به قول خودت کجا انقدر به من حقوق میدن؟ تازه با همین حقوق کمیتمون لنگه. پول انارای قاسم اناری رو انوش میده. چی دیگه؟ پس چاره ای نیمونه به جز اینکه مریم خانم به انوش بله رو بگه دیگه. خب چیه؟ چی؟ چی کار کنم؟ من هر چی میگم که تو یه چیزی میگی محسن جان دیگه. من خیلی بدبختم اومد. ما چرا اینقدر بدبختم؟ واسه اینکه بی پولیم. سرته همه چی پول داشت محسن. اول بدبختی بی پولیه، آخر خوشبختی هم پول داریه. بیا انوش میخواد به زور پولش خواهر تو رو بگیره، فریدون هم به زور پولش منو کاشته اینجا که اگه یه موش اگه آسمون اومد بیاد بخور تو سر من. بمب صدام چه تو شمال شهر بیفته چه تو جنوب شهر، جفتش میخوره تو سر ما بی پولا. واسه من رو همین ها بدبختی. من برای شما یه چیزی بگیرم. سوسیس تخم مرغ خوبه؟ خوبه. Thank you.
لاکردار اینجا دم صبح بعد سرد میشه، پتو لازم میشه. من شب نمیمونم، بعد شام میرم. ارتیکه بیمروت نکرد کلید ساختمونو بده من، هر شب نگران بادبارون نشیم اینجا. انگار ما سردمون نمیشه، انگار ما سرما نمیخوریم. بیا، انگار ما معده نداریم، گشنمون نمیشه. انگار ما خونواده نداریم که خرج داشته باشن. انگار تن ما خار داره که بشینیم رو وسایلشون سولاخ سولاخش میکنیم. چت شد یهو؟ چی داداش؟ اومدی درد دل کردی، زخمای ما هم دهن وا کردی. خب تو هم درد دل کن، ولی آروم. چی بگم آخه؟ یه شب اومدی پیشم، مجبور شدم تو گلخونه برات سفره پهن کنم. حالا بیام درد دلم بذارم تو سفره؟ آخه من و تو که یه روز در میون آویزون همین، دیگه این حرفا رو با هم نداریم. اینو نگو محسن جون، خدا وکیلی تو دلت نمیخواست به جای اینجا اون تو برات سفره پهن کنم؟ معلومه که نه، ولی من دلم میخواست یه جای عیونی بهت شام بدم. دلم میخواست عوض این همه سالی که تو چوب باری خراب شدش جون کندم، یه لونه اساسی خرج سگ نگهبونش میکرد. بی خیال بابا همایون، سخت نگی. من سخت نگیرم، خدا وکیلی ما که تو خاک و خل گنده شدیم بلدیم سخت بگیریم. بلد نیستیم جونه واسه، ولی بی خیالم نمیشیم چون بیرگ نیستیم. امروز دور تا دور ساختمون رو چرخ زدم، بلکه یه سولاخی پیدا شه ازش برم تو، پیدا نکردم. فقط یه را میمونه، اونم از پشت بوم که باید شیشه حیات خلوت رو بشکنیم. چه کاریه بابا؟ شیشه حیات خلوت مردم رو بشکنی به خاطر یه شب خوابیدن؟ با پس فرده میان صد تا تهمت بهت میزنن، باور نمیکنن که قصد و غرضی نداشتیم. چه بهتر، ما هم با قصد و غرض میزنیم میشکنیم، بعدش هم یه واند میزنیم پاش و تمام قصد و غرضا رو میزنیم بارش. محسن فقط جواهرات خانم بیمه عمر 10 تا آدم 80 ساله میشه. 800 سال، 400 سال، تو 400 سال. خیلی جواهر داره زنش. میگم عجب خوابش میومد مادرت. خواب نبودم، چرتم گرفته. آخه میدونید من هر وقت سوار ماشین میشم انگار قرص خواب خوردم. هرچند امروز آقا محسن بیوفایی کرده ازش دل خورم، ولی اکرم خانم یواش یواش باید براش یه آسیم بالا بزنی. هی بابا آقا انوش، بچه‌م اونقدر به فکر ما هست که خودشو فراموش کرده. نگران نباشیم، ایشالله خودم یکی از مغازه ها رو میدم دستش که برا خودش کار کنه. اجاره هم نمیخواد به من بده. خدا خیرتون بده آقا انوش. اون که پدر درست و درمانی نداشت، شما جای پدرش. بچه با جنمیم، هرچقدر از شوهر بد آوردیم، عوضش اکرم خانم خداوند بهتون بچه های خوبی داده. خدا رو شکر. میگم یواش یواش باید دوروبرتون رو خلوت کنیم، به قول معروف وقت از خونه بیرون کردنشونه.
نیومده. فکر میکنی کجا رفته بچم؟ لابد رفته پیش همایون. خوب شد اگه میفهمید رفتیم عروسی عصبانی میشد. بالاخره که میفهمه. آقا انوش میبینتش بهش میگه. راست میگی یا؟ کاش به آقا انوش بگیم بهش نگه. ترسونده بود مادر، چرا تو تاریکی بایستادی؟ عروسی خوش گذشت؟ شام خوردی پسرم؟ نه، مگه نهی بردین شام عروسی رو برای من؟ ما نمیخواستیم بریم. آقا انوش یه لنگ پا اومد دم در وایستاد، گفت باید بیاییم. غلط کرد انوش. داد نزن محسن زشته. مگه من نگفتم نرین؟ از که تا حالا حرف انوش رو میزنین رو حرف من؟ مادر جون اصلا تو چرا امروز با این آقا انوش بد بد؟ جواب منو بدین. مگه نگفتم نرین؟ منم گفتم داد نزن زشته جلو در همسایه. زشت اینه که شماها بدون مرد خونتون سوار ماشین غریبه شین برین عروسی. مرد این خونه 2 سال پیش از خماری کنار جوب مرد. مرد این خونه تو نیستی، تو داداش کوچیکه ای منی. اونی هم که باش رفتیم غریبه نبود، سابکار داداش کوچیکه ای من بود. ببین آبجی بزرگه، اگه حتی یه بار دیگه جواب سلام سابکار منو بدی یه کتک مفصل از داداش کوچیکت میخوری. غلط میکنه اون داداش کوچیکم میخواد دست رو من بالام کنه. دستتو بنداز، مگه دیوونه شدی امشب؟ میخوای مردونگی تو با زدن خواهرت نشون بدی؟ ببخشید. انارا رو چرا ولو کردی؟ از هرچی انار و آبناره دیگه حالم به هم میخوره. امروز دوباره از شهرداری اومدن دیوار کشیدن جلو مغازه. فردا یادت باشه دو ردیفشو خراب کنی. ما کوچیک شماییم آبجی، ولی آدم بعضی موقعا باید حرف کوچیک‌تر هم گوش بده. مریم وقتی من یه حرفی میزنم لابد با همه کوچیکیم یه چیزی میدونم که شماها نمیدونین. میدونین؟ نمیدونین، به خدا نمیدونین. نمیدونین که این آقا انوش از سر خیرخواهی نیست که پول این انارا رو میده، از سر خیرخواهی نیست که به من اضافه حقوق میده، همه اینا رو میذاره به حساب شیربهای تو. حالا فهمیدی؟ این مرتیکه راجب آبجی بزرگه من خیالاتی داره، میخواد از تو خواستگاری کنه. دیدی نمیدونی؟ میدونم. میدونی؟ آره. میدونی و میذاری پول انارا رو حساب کنه؟ میدونی و باش بلند میشی میری عروسی پسرش؟ آره میدونیم، خیلی وقت میدونیم، هم من هم ماما. پس چرا به من نگفتی؟
به تو چرا؟ به خودش باید جواب بدیم. یعنی انوش از تو خواستگاری کرده؟ بگی نگی، اونم یه خورده از تو ترس داره. خودم فردا جوابشو میدم. من باید جواب بدم نه تو محسن. گفتم که مریم، اصلا دوست ندارم باهاش هم کلام بشی. انوش آدم بدی نیست محسن، پیره، ولی خب هممون پیر میشیم. منم پیر میشم. نمیشم؟ میفهمی چی داری میگی؟ آره محسن، خوب میفهمم. تو دیوونه شدی مریم. نه اتفاقا، خیلی عاقلانه دارم تصمیم میگیرم. انوش برای پولش زحمت کشیده، حق داره بابتش زنی رو که میخواد به دست بیاره. منم حق دارم بابت جوانی که به پاش میریزم چیزایی که میخوام به دست بیارم. باورم نمیشه تویی که داری این حرفا رو میزنی مریم. چه باورت بشه چه نشه، جوابم مثبت داداش. اما شیربهام پول این اناره و اضافه حقوق تو نیست، خیلی بیشتر از این است. یه خونه برای مامان، یه ماشین و مغازه برای تو. اینه شیربهام. حسابات درست از آب در نمیاد مریم، چون من خون انوشو میریزم. اون وقت مردونگیت حسابی ثابت میشه. تو میفتی گوشه زندان، دیگه هیچ کی بالا سر من و مامان نیست. من و مغازه و ماشینی که تو بخوای با پول جوونیت برام بخری توف میکنم روش، آبجی بزرگه. گفتی بهش؟ آره. کجا رفت بچه‌م؟ کجا رو داره بره؟ میره پیش همایون دیگه. بیا یه قرص بده من بخورم، سرم درد میکنه. این انارا رو هم جمع کن.